دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تحریم هایی که هفته گذشته به قصد یا به تصادف در 39مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران به اجرا گذاشت، شدیدترین تحریم هایی است که تا به حال وضع شده است. آیا این تحریم ها قرار است به گفته مقامات آمریکا کمر اقتصاد ایران را بشکند؟ بهرام قیاسی مهمان من در این برنامه مطالب زیادی در خصوص مسائل هسته‌ای ایران، آینده برجام و تحریم های آمریکا منتشر کرده است. او استاد دانشگاه است و پژوهشگر ارشد مؤسسه مشاورتی امنیت جهانی و مدیریت بحران. او در این حال هم دکترای علوم و تکنولوژی هسته‌ای دارد و هم حقوق بین‌الملل. آیا به نظر او امریکا با این تحریم‌ها به هدف خود خواهد رسید و ایران در سیاست‌های خارجی و داخلی‌اش تجدید نظر خواهد کرد؟ آقای بهرام قیاسی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید به این برنامه بسیار جالبت. خیلی دوست دارید. آقای ترامپ گفته که این شدیدترین تحریمیه که تا به حال اعمال شده و قراره که کمر اقتصادی ایران رو بشکنه و به تبع اون لابد کمر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران. آیا واقعا به این شدته؟ 39 ساله که رژیم که تحریم ها در مورد ایران اعمال شده و 39 ساله که رژیم سر جاشه و خطمش امنیتی و خارجیش رو تغییر نداده و احتمال و همینطور اگر نگاه کنیم به ونزوئلا، به کوبا، به کشورهای شبیه اونها، میبینیم که تحریم ها صرفاً نتیجه مثبتی برای آمریکا نخواهد داشت. ولی این بار ظاهرا قراره که این تحریم‌ها خیلی شدیدتر از تحریم‌های گذشته باشه و به همین دلیل هم خیلی‌ها تلاش می‌کنن از جمله کشورهای اروپایی که تا اونجا که ممکنه بتونن یک راه‌هایی پیدا کنن برای اینکه اینها هم حس می‌کنن که این تحریم‌ها خیلی بده. خود ترامپ گفته بود که ما کاری می‌کنیم که ایران نتونه یک قطره نفت صادر بکنه. البته با این به هر حال کشورهایی که 8 کشور رو از جمله 2 کشور اروپایی که معاف کردن از وارد کردن نفت ایران، به نظر نمیرسه که به هر حال به اون هدفی که میخواستن از نقطه نظری که نفت ایران اصلا صادر نشه برسه. کاملا. این 8 کشوری که شما فرمودید، اینها 2 تاشون در حال حاضر واردات نفت رو به صفر رسوندن و اون 6 تای دیگه قول دادن به آقای ترامپ که در طی 6 ماه آینده نفت واردات نفتی خودشون رو به صفر برسونن. در هر حال کشورهای مثل ترکیه که گاز از ایران میگیرن و گاز جزء این تحریم ها نیست و چین که توجه نداره به این مسائل تا حدودی البته و پیش بینی میشه که حدود 1 میلیون بشکه نفت ایران صادر خواهد شد. اشکال اینه که ایران نمیتونه دلار. خب دقیقاً حالا همون مسئله سر اینه که در تفاوتش در 39 سال گذشته شاید این بار مسئله به اصطلاح اینه که ارز رو منتقل بکنن، ارز که خب از پول فروش نفت به دست میارن به داخل ایران، این مسئله الان عملا یه موقعیتی تبدیل شده که انگار نفت در برابر کالایی بود که اعمال کردن علیه عراق زمان صدام حسین. یعنی من شاید شما یه خود خوشبین باشین سر این مسئله که نه تا چون 39 سال گذشته اینا دووم آوردن الان هم به اون سختی نباشه. با این وضعیت فعلی و به خصوص مشکل بانکی که ایران داره، فکر نمی‌کنید که یه خود شدیدتر از گذشته باشه؟ در زمان قبل از برجام هم این مسئله بود که دلار حاصل از فروش نفت قابل انتقال به ایران نبود و به همین جهت حدود بیش از 100 بیلیون دلار درآمد نفتی ایران در بانک‌های خارجی مسدود شده بود و یکی از اشکالاتی هم که ترامپ میدید و میبینه این بود که بیش از 100 میلیارد دلار
درآمد ارزی برگشت ناگهان به ایران و این درآمد ارزی باعث شد که بودجه راکت های که پرتاب میشه به این طرف و اون طرف و تامین منابع مالی گروه هایی که آمریکا تروریسم مینامه و به همین جهت اون موقع هم بود، ولی همینطور که شما میفرمایید احتمالاً این مسئله ارزی تشدید خواهد شد. نه، یک هدف دیگه ای آمریکا که گفته میشه، البته اینا صراحتاً اعلام نکردند یا اینکه برعکسش گفتن که ما در پی تغییر رژیم در ایران نیستیم، ولی در این حال این مسئله مطرح شده که مشکلات معیشتی مردم در اثر این تحریم ها اونقدر زیادتر بشه که مردم بشورن علیه حکومت و ما نمونه های این شورش رو هم در یکی دو سال اخیر زیاد دیدیم. آیا فکر نمی کنید که از این زاویه باز هم یک تفاوتی هست نسبت به سالهای گذشته تحریم؟ بله، من باز مقایسه میکنم ایران رو با ونزوئلا. یعنی ایران هنوز به مرحله به اون شدت ونزوئلا هم نرسیده و ما هنوز تغییر رژیمی در ونزوئلا ندیدیم. حالا کوبا که به جای خود، چون کوبا پشتیبان داشت و کره شمالی پشتیبان بزرگی داره، ولی ونزوئلا پشتیبانی هم به اون صورت نداره و هنوز سر پاست. و من با مقایسه با اون کشور نتیجه گیری می کنم غلط یا درست که تغییر رژیم احتمالش خیلی کمه و ترامپ هم اصول اخلاقیش به نحوی نیست که اهمیت نمیده این رژیم رژیمیه که با حقوق بشر هماهنگی داره یا نداره، چون کشورهای همسایه رو میبینیم که ایشون خیلی نزدیک به اونها با حقوق بشر و مسائل دیگه، تامین مالی رژیم های گروه های تروریستی و غیره کاملا انجام میشه و ایشون هم هیچ مسئله. ولی از طرف دیگه آقای قیاسی، دولت آمریکا و خصوص شخص آقای ترامپ زیر فشار اسرائیلی ها و عربستان سعودیه، یعنی اونها خب میدونین که اهرم‌های اقتصادی لاقل عربستان سعودی اهرم‌های اقتصادی بسیار قوی داره نسبت به آمریکا و تاریخ اخیر هم نشون داده که آمریکایی‌ها در مقابل عربستان همیشه کوتاه اومدن و اونها دارن فشار میارن سر این مسئله و این بار باز این هم یک عامل جدیدیه که وارد این مناسبات شده. شما فکر میکنین که به همین دلیل ترامپ ناچاره که ترتیب اثر بده به خیلی از مسائلی که انظر روحیش اینه که نده؟ کاملا همونطور که میفرمایید لابی، به قول خارجی ها لابی عربستان سعودی و اسرائیل هر دو بسیار قویه در آمریکا و خیلی پول خرج میکنن، خیلی هم نفوذ دارن، ولی نهایتا در آمریکا یه رژیمی هم هست که اجازه نمیده، یعنی اجازه میده تا حدی کشورهای خارجی روی برنامه های اونها و خط مرش هاشون نفوذ داشته باشن، ولی من فکر میکنم تا اون حد که موظف کنن رئیس جمهور آمریکا رو که رژیم رو عوض کنه. موضوع اونا گفتن که ما دنبال تغییر رژیم نیستیم، ولی در این حال آیا فکر نمی کنید که حداقل به نارضایی بیشتر مردم در داخل دامن زده میشه؟ شکی نیست و مردم ناراضی هستن. خب هست. عواقب اون نارضایی میتونه منجر به رژیم چنج بشه یا تغییر رژیم بشه؟ به نظر من باز شخصا من فکر میکنم به اونجا نخواهد کشید. وزیر خارجه آمریکا یک شرط های 12 گانه ای در مقابل ایران گذاشت که به اینا عمل بکنید و الا ما این تحریم ها رو برقرار میکنیم و به هر حال که کردند و ایران هم عمل نکرد. حالا وقتی که این فشار اقتصادی بیشتر بشه، مشکلات معیشتی مردم بیشتر بشه، دولت دستش به ارز خارجی بیشتر دیگه نرسه، وضع اقتصادی خراب بشه، شما فکر میکنین که احیانا ممکنه که دولت ایران به بخشی از این شرایطی که جلو روش گذاشته شده تن در بده؟ قبلا هم جام زهر نوشیده شده و احتمال این که باز زهری نه اون چندان
دردناک باز هم نوشیده بشه هست دقیقا. فکر میکنین در کجا ممکنه احیانا تغییر روشی داده بشه از طرف ایران؟ فکر میکنم در رابطه با سوریه ایران، در سیاست منطقه ایران کاملا، چون اولا خیلی هزینه بره برای ایران و بودجه ارزی ایران همونطور که فرمودید اجازه نخواهد داد که هزینه های سنگینی در کشورهای خارجی بشه، در عراق همینطور، و من فکر میکنم در عراق و در سوریه و البته در یمن که رسانه های خارجی زیاد فریاد میزنن که ایران خیلی هزینه میکنه اونجا، احتمالا اونجا هم اگر هم هزینه میکنه مجبور میشه که کوتاه بیاد. خب شما میدونین که دولت آقای روحانی به خصوص یکی از دستاوردهایش که بهش افتخار میکرد و میکنه کماکان مسئله برجامه، کاملا، و خیلی هم امید بسته بود که به واسطه امضای این قرارداد با کشورهای غربی بتونه سرمایه خارجی جلب بکنه و اوایل هم کرد. خیلی از شرکت ها اومدن نماینده هاشون فرستادن و یکی یکی این شرکت ها پا پس کشیدن، کاملا، و بدون توجه به اینکه اروپایی ها خیلی علاقمندن که این شرکت ها بمونن، ولی خب اونها قبل از اینکه به دولت های کشورهای اروپایی خودشون جوابگو باشن، جوابگو به تهدیدها و مشکلاتی هستن که میتونن در مقابلشون قرار بگیرن طرف امریکایی ها. شما فکر میکنید که اروپایی ها تا کی میتونن به هر حال مقاومت بکنن در مقابل امریکایی ها و در حمایت از برجام بیستند؟ البته دو نکته اینجا هست در مورد اروپا، اروپا بازار اروپا در حقیقت یورپین یونین. یکی خط مشی خانم موگرینی اعلام میکنه مکررن، و این خط مشیه که خیلی مثبت در رابطه با ایران، 100% همکاری، و در از طرفی عملاً کشورهای شرکت‌های بزرگ همه از ایران دارن میان بیرون و آمدن بیرون، حتی ترکیه، ولی همونطور که شما فرمودید شرکت‌ها یک حاضر نیستن ریسک کنن و دو سهامدارانشون، شرکت‌ها پاسخگو به سهامدارانشونن نه به دولت انگلیس یا دولت فرانسه یا ایتالیا یا آلمان. و از طرفی شرکت‌های بزرگ در آمریکا پروژه‌های بزرگ دارن و برنامه‌های تجاری دارن و طبیعتاً یک کشور کوچکی مثل یه بازار کوچکی مثل ایران رو حاضر نیستن دنبال کنن و بازار بزرگی رو فدای چند بیلیون دلار کنن. حالا اگر کشورهای اروپایی موفق بشن به اون راه حلی که دارن روش کار میکنن برای اینکه بتونن به اصطلاح موضوع انتقال پولی ایران رو هم برطرف بکنن، اگر که موفق بشن در اون، شما فکر میکنین که احیانا ممکنه که خیلی از شرکت ها برگردن به ایران؟ من شخصا فکر میکنم، چون دو نکته مجددن اینجا هست. یکی خب شرکت های کوچک اروپایی طبیعتاً با ایران همکاری خواهند کرد، چون اینها منافعی در آمریکا ندارند. شرکت‌های بزرگ به احتمال بسیار قوی با ایران همکاری نخواهند کرد، و همونطور که اخیراً بی بی سی هم اعلان کرده، شرکت‌های مثل زیمنس، مثل توتال، مثل پژو و غیره، خودرو نفتی گازی، اینها از ایران خارج شدند. و این کانال خاصی که خانم موگرینی خیلی علاقمند به اجراش هست احتمالاً موفق نخواهد شد. حالا اگر که اروپا موفق نشه و نهایتاً ناچار بشه که به هر حال هم پیمان با امریکایی‌ها بشه، و آینده برجام چی میشه؟ بله، آینده برجام در حال حاضر به هم ریخته است، یعنی آینده نداره برجام. برجام واقعا به انتها رسیده و صرفا این ظاهرا وجود داره، چون منافع ایران رو تامین نمی‌کنه. یعنی احتمال داره که اگه اونطور بشه خود ایران هم ازش خارج بشه؟
همونجور که شما فرمودید اگر اروپا هم تصمیم بگیره که از برجام خارج بشه، طبیعتاً دیگه برجامی به اون صورت وجود نخواهد داشت و خب. ایران هم مجبور میشه، هیچ نفعی برای ایران نداره که از برجام خارج. یعنی مادامی که برجام زنده است ایران خارج نخواهد شد، چون هیچ نفعی براش نداره. یعنی پس با نصاب در NPT هم خواهد بود. دقیقاً. بله، در NPT که بله ایران بیش از 40 سال عضوه و چنانچه ایران بخواد از برجام داوطلبانه خارج شه، در این صورت هدفی خواهد داشت و اون هدف گسترش برنامه های هسته‌ایشه. در اون صورت اگر یک بخش نظامی را هم بخواد اشاره بده، در این صورت باید شما فکر میکنین که ایران کماکان اون بلند پروازی های گذشته رو برای برنامه های هسته ایش داره که احیانا اگر که مسئله برجام به شکست بیانجامه برگرده به اون پروژه؟ البته هنوز مشخص نیست که آیا ایران برنامه تسلیحاتی داشته در رابطه در این مورد یا خیر. اگر فرض کنیم هم داشته باشه، کشوری مثل اسرائیل 50 از ایران جلو و دسترسی به سلاح هسته‌ای برای ایران یک خودکشیه واقعا، چون در پایگاه اینچرلیک در ترکیه، همونطور که میدونید ناتو از طریق آمریکا بیش از 50 سلاح هسته‌ای داره، اسرائیل بیش از 80 سلاح هسته‌ای داره و در حقیقت دستیابی به سلاح هسته‌ای باعث میشه که خود ایران یک هدف قرار بگیره و احتمالاً ایران هدفش این نیست که دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشه، میخواد نشون بده که توانش رو داره. بله، اینو قبلا در زمان آقای احمدی نژاد بارها این رو اعلام کردن که ما به هر حال قصد ساختن بمب اتم نداریم ولی توانش رو میخوایم داشته باشیم. خب حالا شما به حوادث اتمی و تروریسم اتمی به عنوان دو خطر برای محیط زیست و امنیت اجتماعی اشاره کردید، آیا این شامل حال ایران هم میشه؟ البته ایران که هنوز به اون اهداف به اون مرحله نرسیده، به همین جهت هر گونه فعالیت نظامی هسته‌ای طبیعتاً جوانب محیط زیستی داره، در اینکه شکی نیست، چون به هر حال مواد رادیواکتیو برای محیط زیست و برای جامعه به طور کلی و بهداشت جامعه مضر و طبیعتاً اگر ایران هم همچین پروژه‌ای داشته باشه کاملاً مضر از نظر محیط زیستی و اکولوژی و همینطور از نظر امنیتی، چون اگر ایران مشخصه که همچین برنامه‌ای داره طبیعتاً کشورهای منطقه هم برنامه‌هایی خواهند داشت. دیروز اعلان شد که در ولیعهد عربستان سعودی یه مرکز هسته‌ای رو افتتاح کرده و این نشون میده که متاسفانه گسترش تکنولوژی هسته‌ای در منطقه شروع شده. امارات هم که همونطور که میدونید 4 راکتور براش داره، کره جنوبی در حال ساخت هست که یکیش هم ساخته شده. خب حالا اشاره کردید به عربستان، حالا شما فکر میکنید چرا متخصصین و دولت ها اینقدر روی پروژه اتمی ایران حساسن ولی مثلا در مورد کشورهای منطقه نیستن، در مورد هند نیستن، در مورد پاکستان نیستن، در مورد اسرائیل نیستن ولی انگشت گذاشتن روی پروژه هسته ای ایران؟ کاملا، چون ایران در متاسفانه ختمش خارجیش همخوانی نداره با ختمش کشوری مثل آمریکا و کشورهایی که پیرو برنامه‌های آمریکا و ختمش آمریکا هستند. و این البته خب طبیعیه که 39 سال ایران میگه مرگ بر آمریکا و آمریکا هم کشور گردن کلفت
زورگوی بین‌المللیه و زورش میرسه. ولی این مؤسسه شما که به هر حال مؤسسه هستش که نظارت داره بر خیلی از این مسائل بحرانی، درسته، و این مؤسسه شما آیا در از نظر به اصطلاح کارهای تحقیقاتیش و نگاهش هم مثل کشورهای دیگه فکر میکنه، یا اینکه مؤسسه شما نگاه همه جانبه تری داره و به همون مسائلی که گفتم دیگران ازش غافلن شما نگاه میکنید؟ بله، بسیار مستقل و بدون دریافت وجهی از هیچ کشوری و هیچ ارگانی و صرفاً روی پروژه های خاصی کار میکنه و پروژه هایی که البته شون اصلا گلوبال، جهانی و بدون هیچ تبعیض و بدون هیچ فشاری. چون یک مرکز مشاور و دقیقا خیلی خلاصه شما میفرمه که دقیقا شما چیکار میکنید توی مؤسسه؟ من در این مؤسسه بررسی میکنیم قراردادهای بین المللی رو و به طور کلی بررسی مسائل حقوقی. به عنوان مثال، من آخرین پروژه که اونجا روش کار کردم در رابطه با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود. این قرار، این قانون بین‌المللی که سال گذشته توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و این یکی از کارهای من بود که بررسی کنیم و ببینیم که از نظر محیط زیستی شما فهم بودید تو واقعا مقاله همین اسمش اون که چه کمبودهایی این معاهده داره در رابطه با حفاظت از محیط زیست. متاسفانه نداره و این یه بحث جهانیه که ما پیشنهاد کردیم که در وقتی که قرار باشه که این معاهده تمدید بشه، مسائل محیط زیستی هم در اون گنجانده بشه. یه کمبودی هست، یکی از این. حالا مثلا کشوری مثل اسرائیل که به هر حال در زمینه تجسس و پیدا کردن اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران مثلا تا اون حد بود که خیلی از پرونده های ایران را هم دزدیدن از اونجا و بردن به اسرائیل، خودش که هم سلاح هسته‌ای داره ولی اعلام نمی‌کنه، چون هیچ وقت تکذیب هم نکرده که ندارم، و هم عضو هیچ جا هم نیست که جوابگو باشه، وقت مؤسساتی مثل شما در مورد اسرائیل، مثلا کشور مثل اسرائیل چی کار میکنید؟ شما چه تحقیقاتی میکنید و چه نظریاتی ارائه میدید در این زمینه؟ من به شخصه روی این روی مسئله کار نکردم. چون گرچه کشور اسرائیل اعلان نمیکنه که برنامه‌اش بشه نفیه، ولی سازمان سیاه و سازمان‌های جاسوسی کشورهای جهانی همه گفتن و اعلام کردن که اسرائیل بیش از 80 سلاح هسته‌ای داره و برای سکوهای پرتاب و غیره را هم داره و این مسئله برمی‌گرده. کلاهک هسته‌ای داره، یعنی موشک‌های با کلاهک هسته‌ای داره. کاملا، دقیقاً. حتی سیستم‌های زیر آب، سابمرین، و اسرائیل بیش از 50 ساله که دست یافته به این تکنولوژی و این کاملا شناخته. من سوالم این بود که مؤسسه‌ای مثل شما در این زمینه بیش هم بی‌اعتنا هستن بهش، قبول کردن که اینم داریم مثل هر کشور دیگه؟ کاشم نمیشه کرد کاملا. چون خیلی نکته جالبیه که کشور کوچکی به نام مارشال آیلندز، این کشور 9 تا کشور دیگر رو برد به دادگاه لاهه، دادگاه بین‌المللی لاهه. چرا؟ برای اینکه این 9 تا کشور سلاح هسته‌ای دارن. یکی از اینها اسرائیل بود، دیگری پاکستان، کره شمالی، هندوستان و اون 5 تا کشوری که عضو دائم شورای امنیت ملی هستند، شورای امنیت هستند. و این کشور اسرائیل رو برده به دادگاه لاهه. این
این مسئله اسرائیل حل تقریبا جا افتاده، نیازی نیست روش تحقیقات بشه. کاملا پذیرفته شده است و کاملا خب به هر حال عضو جایی هم نیست که خودش جوابگو باشه در اینجا، عضو NPT نیست و عضو خیلی باشگاه های به اصطلاح هسته ای هم نیست. خیلی عجیبه البته که اسرائیل عضو این معاهده گسترش عدم گسترش سلاح هسته ای NPT نیست و در این حال عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی هست و آژانس همکاری میکنه. این نکته جالبیه. و من جمله پاکستان و هندوستان اونها هم همینطور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری میکنن ولی عضو NPT نیستن. و ایران هم میتونه تا حدودی اینطور عمل کنه ولی بهش اجازه نمیدن، چون به محض اینکه بخواد این کارو بکنه روسیه میگه خب بوشهر ما اینجا رو خاموش میکنیم و سوخت رو میبریم بیرون. ایران اشکال داره در این مورد. بسیار خب آقای بهرام قیاسی، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. ممنون از شما. از وقتتون. خیلی متشکرم.